درس الفبای ما معلم بود. تمام صحبت ما یک صدا معلم بود. به روی تخته چوبی همیشه بی پایان شروع نام خدا بود تا معلم بود. نگاه روشن دنیای کودکی هایم به خشم و بوسه مادر و یا معلم بود. با درود و عرض ادب، روز هستم از جوایز پارسی پرشن اواردز. در خدمت مهمان عزیز امروزمون هستیم، آقای قربان نجفی. جناب نجفی، به برنامه خودتون، برنامه جوایز پارسی، خیلی خوش آمدید. درود بر شما، سپاسگزارم. تخت سیاه تفنگ من، گچ سفید تشنگ من، بفرمایید، در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم که مجددا هستم خدمتتون. علاقمندم که در ارتباط با آقای بهمن بیگی صحبت‌هایی رو از شما بشنویم و در واقع به عنوان شخصی که در اون دوره، در اون سیستم تعریف شده، آموزش دیده و تحصیل کرده، اگر که از خاطراتتون برامون شروع کنید و بگید خیلی ممنون میشیم. بله، خیلی سپاسگزارم از شما. مجدداً عرض شود خدمتتون که این شعر یا شعار خیلی کوتاهی که در ابتدای عرایزم خدمتتون عرض کردم، این شعار در واقع ما بود، دانش آموزا بود که تعریف شده بود از جانب استاد محمد بهمن بیگی، که هر وقت ما پای تخته می رفتیم باید می گفتیم تخت سیاه تفنگ من، گچ سفید فشنگ من، بفرمایید. بعد معلم شروع می کرد به درس دادن یا مثلا به هر حال تکالیف رو گفتن و ما پای تخته انجام می دادیم. خب این یه سری دلیل خیلی خیلی گسترده ای داشت. خودتون می دونید که قشقایی ها در طول تاریخ همیشه اپوزیسیون بودند، در کوه ها، در دشت ها، در مناطقی که در اختیارشون بوده با دولت های در واقع زمان خودشون یه جورایی در تعارض بودن و همیشه اون بحث رشادت هایی که الان پیش میاد و در واقع اون بحث هایی که اتفاق میفته، دفاع از وطن، حتی اون قائله جنوب گرفته تا یاغیگری هایی که وجود داشته و در واقع مبارزاتی که علیه زورگویی ها و ظلم های حاکمیت زمان بوده، قشقایی ها همیشه از تفنگ استفاده میکردن و به هر حال یکی از اتفاقاتی که اون زمان می افتاده این بودی که دست به تفنگ می شدن، برنو رو برمی داشتن و فشنگ و مبارزه. در مبارزه هم بسیار ید طولایی داشتن و هیچگاه به در واقع به ظلم ها و ستم هایی که می شده گردن نمی نهادن. خب این در واقع این رشادت ها از یه طرف خوب بود تا زمانی که یک دولت در واقع منسجمی حاکم نبود، دولتی که در واقع متعادلانه رفتار بکنه، دولتی که حقوق همه اقوام رو در نظر بگیره، دولتی که همه در واقع ارزش‌های میهنی رو پاس بداره. خب در اون در فقدان یک همچین دولتی خب خوب بود که در واقع اصطلاحاً به قشقایی‌ها میگفتن پلیس جنوب. پلیس جنوب بود که در واقع انگلیسی‌ها و پرتغالی‌ها رو عقب روند و به دریا ریخت به معنای واقعی و هر شبت خدمتون که از مام میهن دفاع کرد و پاسداری کرد. سلطه دوله اون زمان به هر حال با تفنگچی هاش انگلیسی ها رو که تا شیراز پیش اومده بودن، تنگستانی ها رو در واقع رئیس علی دلباری اونا رو هم شکست داده بودن، بعضی ها رو گرفته بودن، بعضی ها فرار کرده بودن و بعضی ها هم در واقع کشته شده بودن و اینها رو عقب روندن و واقعاً برای واقعی که میگن به دریا ریختن، اینها رو به دریا ریختن، تعدادی خودشون به دریا زدن و از این تعداد معدودی به کشتی هاشون رسیدن و ما بقی یا اسیر شدن یا کشته شدن و همیشه کنترل اون جاده های جنوب، کنترل مناطق جنوب دست قشقایی بود. اما خب این ببینید، این یک در واقع یک افتخاری هست برای قشقایی هایی که
فکر میکنن که این اتفاق رو پدرانشون صورت دادن، از میهن دفاع کردن. ولی به یک حد و حدودی، یه سغوری داره دیگه. وقتی که شما به عنوان یک مملکت توی یک سرزمین دارید زندگی میکنید، چند حاکمیتی و در واقع نمیتونید که ملوک و توایفی داشته باشید، هر سرزمینی برای خودش یک در واقع پلیسی داشته باشه، جنوب یه پلیس، شرق یه پلیس، غرب. خب طبیعتا هیچ دولتی این رو بر نمیتابه و به نظر بنده خب این درست تبعیض اصلا که هر کسی از هر طرفی به هر حال یک در شرایط متعادل عرض میکنم که یک همچین اتفاقی بیفته. دولت‌های حاکمه همیشه در واقع دنبال این بودن که به قول خودشون یاغی‌ها رو سرکوب کنن. خب قشقایی‌ها هم یکی از بزرگترین سرکشانی بودن که در مقابل ظلم‌های زمانه خودشون سر فرود نمی‌آوردن. بختیاری‌ها از یه طرف دیگر در واقع به همین شکل رفتار می‌کردند. کردها از سمت دیگر، حتی در خراسان در واقع حسه‌هایی تشکیل شده بود، مبارزاتی اتفاق افتاد که بر اساس بود. ما همگی می‌دونیم که نغماتی و به هر حال مقام‌هایی هم در موسیقیشون وجود داره به یاد اون روزگار و همچنین در قشقاییام همین. عرض شود خدمتتون که خب این سیستم تا یک جایی جواب میده، تا جایی جواب میده که فرض کنید دولت‌ها خیلی مسلح نشدن، دولت‌ها خیلی حاکم نشدن، خیلی حاکمیتی وجود نداره. ولی وقتی که یک حاکمیتی اتفاق میفته، وقتی که یک در واقع یک نیروی سرکوبگری میاد، تو دیگه اون اسلحه تنها به دردت نمیخوره. اسلحه شما یه برنوی در مقابل تانک ها، در مقابل هواپیما ها، F-14 ها، F-16 ها، خب قدرت خاصی نمیتونه داشته باشه. فکر کنید که به هر حال یک گروه یاغی تفنگ به دست در کوه ها صبح تا شب فراری از تفنگچی ها، فراری از ارتش ها، فراری از خب چه نتیجه ای میتونه داشته باشه این به هر حال بحث یاغیگری که وجود داره. اما اگر که این تفنگ تبدیل به قلم بشه، اون وقتی که ارزشمند میشه، اون وقتی که این قلمه متقابلا تبدیل به تفنگ میشه، در صورتی که شجاعت در واقع از بین نره، شهامت از بین نره. استاد بهمن بیگی یک کتابی داره به نام طلای شهامت. طلای شهامت برگرفته از یک جمله ایشونه که در یک تابلوی خودشون این رو داده بودن. البته من اون رو در دانشسرا سنم قد نکشید که اون رو در واقع ببینم به چشم خودم، ولی این رو در واقع خودشون تعریف میکنن که من اینو داده بودم، که اینو به خط خوبی نوشته بودن و داخل دانشسرا این رو زده بودن که طلای شهامت را به پشیز سواد ندهید، طلای شهامت را به پشیز سواد ندهید. یعنی چی؟ یعنی این که شما وقتی که سواد یاد گرفتید، این سواد در کنار شهامت، در کنار شجاعت که معنا میده. شما اگر سواد داشته باشید، مثل همون موقعی که تفنگ داشتید و شهامت هم داشتید، باید سواد داشته باشید و شهامت هم داشته باشید. یعنی قلم داشته باشید، توانایی نوشتن داشته باشید و شهامت نوشتن و ابراز بیان عقاید خودتون و اون منویات خودتون رو داشته باشید و شجاعانه، همونطوری که با برنو جلوی انگلیسی های ایستادید و همونجوری که با برنو بی عدالتی ها رو نمیتونستید تحمل بکنید، خب همین شهامت رو باید داشته باشید و با قلم این کارتون انجام بدید و با سوادتون. تنها فقط قلم و منظور نوشتن نیست، کسی که آگاه شد به یک مسئله ای، در واقع اون دیگه نمیتونه ساکت بشینه اگر شجاعت داشته باشه. یه شعر ترکیه هم هست، مال ترکیه هست که همین میگه، که فکر میکنم مال در واقع این شعر مال زولفلیوانلیه، که میگه که شنیدیم، که ترجمهش این میشه که شنیدیم که وقتی که آدم به آگاهی رسید، دیگر ایستادن معنایی ندارد.
و واقعا اینجوریه، یعنی اگر که آدم آگاه بشه و شجاعت هم داشته باشه و شهامت هم داشته باشه، خب به هر حال باید حرفشو بتونه بزنه. به همین دلیل استاد بهمن بگی این رو در واقع همیشه به ما سفارش کرد، در واقع به آموزگاراش سفارش کرده بود که به دانش آموزانی که ما هستیم این رو منتقل کنن که ما ابتدای در واقع پای تخت رفتن این رو بگیم که تخت سفید، تخت سیاه تفنگ من، گچ سفید فشنگ من، بفرمایید. یعنی این شعار آغازین در واقع سواد آموزی بود در سفید چادرهای بهمن بیگی در ایل قشقایی که در سیاه چادرها زندگی میکردند. این مقدمه بود. واقعا قصدم شاعرانه حرف زدن نیست، میدونم گاهی آدم وقتی که از اون حال و هوا حرف میزنه احساساتی میشه و شاید از منطق به دور بشه آدم وقتی که از صحبت بهمن بیگی میشه ناخودآگاه. ناخودآگاه یک عواطفی بهش دست میده که این مرد بزرگ چه واقعا مرارت هایی کشیدن و چه با عشقی که داشتن چطور به تک تک این دانش آموز هاشون اهمیت میدادن و چطور اینها رو واقعا با جان و دل دوست داشتن. یکی از خاطراتشون اینه که توی فکر میکنم یکی از کتاباشون هم ثبت شده، میگه که ما قشقایی ها موقعی که یک مصیبتی بر ما وارد میشه دست میبریم و یقمون رو پاره میکنیم. میگه که این یک رسم در اینو مقدمتا میگه و میگه که من یکی از این دانش آموزا به دلیل موقع برای سربازی مثلا شناسنامه ها رو بزرگتر میگرفتن که سربازی رو سپری کنه و یا اینکه یکی میومد سوادی نبود، این مثلا فرض کنید یک عدد رو یه چیز دیگه مینوشت و سن بچه مثلا یه دفعه 10 ساله بود شده بود 20 ساله یا یه اتفاقی، بنابراین مشمول خدمت میشد و سرباز بگیرها می اومدن و اصطلاحا این رو میخواستن ببرن به سربازی. یکی از آیه بهمن بگی هم دانش آموزان نخبش رو از سراسر در واقع مدارس عشایری جمع میکردن و در دبیرستان عشایری که در واقع یک جایگاه بسیار بسیار مدرن و بسیار آموزشگاه پر امکاناتی بود اونجا اسکان میدادند و با تمامی امکاناتشون با تمامی امکانات ویژه‌ای که براشون فراهم کرده بودن رو تعلیم میدادند، طوری که رتبه های 1 تا 100 کنکور همیشه برای دبیرستان عشایری شیراز کنار گذاشته میشد. یعنی دیگه بقیه دبیرستان ها وقتی که کنکور میدادند حساب این رو نمی کردن که ما مثلا من رتبه فرض کنید 50 بیارم، خب اون که مال دیگریه. تمامی رکورد ها هستش در واقع، نتایج ثبت شده در کتاب ها در جاهایی که هست. واقعا از رتبه 1 تا 100 کنکور مال دبیرستان عشایری بود و بقیه از اون ادامه شروع می شد و اتفاق می افتاد. خب آقای بهمن بگی دانش آموزان نخبه رو در واقع اونایی که مستعد بودن اینا رو جمع میکردن و میووردن اونجا. یکی از این دانش آموزان یه همچین مشکلی پیدا کرده بوده که در واقع این در واقع مشمول خدمت سربازی شده بوده. آقای بهمن بگی میگه که آقا این دانش آموز من رو نبرید، بهشون سفارش میکنه بهشون نبرید سربازی، من خودم میام حلش میکنم. تهران بودن، میخواستم برن تهران بابت همین پیگیری کارهای همین آموزش عشایری، یعنی سیستم آموزش عشایری، آموزش پرورش عشایری. خلاصه میرن و برمیگردن، اون موقع هم با یه جیپ بود یا مثلا لندروری بود که با همین میرفتن و با همین از این جاده ها برمیگشتن. میگن که من رسیدم، یعنی از ماشین پیاده شدم و توی دبیرستان عشایری من اطلاع دادن که آقای بهمن بیگی فلانی رو بردن سربازی. آقای بهمن بیگی میگه که من دست بردم یقم پاره کنم واقعا به خاطر یک دانش آموز.
عذرخواهی میکنم، من هر وقت خاطره رو به یاد میارم نمیتونم واقعا جلوی خودم رو بگیرم، اصلا خیلی خیلی منقلب میشم که یک همچین آدم بزرگی، یک همچین دانشمند بزرگی، یک همچین آدمی که این همه به هر حال سیستم عریضه طویلی رو طراحی کرده که از جنوبی ترین نقطه ایران تا شمال ترینشون به قول خودش چراغ رو برده در تاریک ترین نقاط این مملکت برافروخته و عرض شود که خدمتتون که آذربایجان شرقی غربی، کردستان، عرض شود که ترکمن صحرا، همه جا عرب ها در کرمان، همه جا رو تحت پوشش داره و اونقدر در واقع آدم معتبری هست به خاطر یک دانش آموز دست میبره یعنی خودشو پاره کنه و همون لحظه سواره دوباره همون ماشین میشه، میگه حرکت کن، همون موقع حرکت میکنه به پادگان یه پادگانی توی فکر میکنم لارستان و شبانه حرکت میکنه میره لارستان، این بچه رو از این پادگان در میاره و میاره توی دبیرستان. خب اون بچه به هر حال اون بچه قدر این موقعیت رو خواهد دونست، دقیقا مثل یک فورواردی که در فوتبال جلوی دروازه، جلوی 18 قدم خالی، مدافعی هم جلوش نیست، پاس گل میرسه بهش، خب این گل رو میزنه، چرا این کار رو نکنه؟ و این سیستم چرا موفقه؟ دلیلش همینه، دلیلش اینه که یک دانش آموز اینقدر اهمیت داره برای کسی که به این بزرگیه و این بزرگی رو ایشون از همین کسب کرده، خاطراتی که داره میگه که من میگه که نخست وزیر اومده بود شیراز و در واقع آقای بهمن‌بگی هم جوان بودن اون زمان و همه وقت سخنرانی داشتن، ایشون هم یه وقتی کوتاهی گرفته بوده که بره و صحبت بکنه و به عنوان طراح در واقع سیستم آموزش پرورش عشایری کشور میره پشت میکروفون، هویدا ازش میپرسه که خب مشکل شما چیه؟ میگه که قربان من اصلا مشکلی ندارم، مشکلی ما نداریم به هیچ وجه، من فقط به فکر جانشین شما. بعد میگه به هویدا برخورد، ببینید از چه دریچه‌ای وارد میشه که بتونه از این بزرگان امتیاز بگیره و بتونه برای مردمش خرج کنه. جانشین من میگه که بله، من مثلا فلان در ما اونجا بودم، یکی از این بچه‌ها مثلا داشتم امتحان میگرفتم، مثلا کفش نداشت، اینجوری بود، فلان بود، گفتم تو میخوای چیکاره بشی؟ گفتم میخوام نخست وزیر بشم. خب نخست وزیر توی همون جلسه متقاعد میشه که پاشه بره اون مدرسه، اونجا این دانش آموز رو ببینه و میرن و این اتفاقات هم میفته. ببینید این اتفاقاتی که در واقع این در واقع ترفندهایی که ایشون داشتن و اون سحر کلامی که واقعا همیشه مختص خودشون. من عرض شود خدمتون که یه خاطره ای رو از استاد بهمن‌بگی بگم. در اواخر عمرشون فکر میکنم 2 سال مونده به اینکه ایشون از دنیا برن، این افتخار رو داشتم خونهشون بودیم و با آقای طیبی پور که شما هم با ایشون دوست هستی، بله، رفتیم منزل آقای بهمن‌بگی و عرض شد که نشستیم و برزو هم نیشو داشت و شروع کرد نیزدن، از دوستان دیگر اومد، از راهنماهای آموزشی در واقع، از معلمینش 2-3 نفر اومدن، ما هم نشسته بودن، خانمشون بود، توی حیات خونهشون در شیراز نشسته بودیم و عوض میخوام یک لحظه و نشسته بودیم و برزو داشت نمیزد، منم براشون میخوندم، در همین بین همین ساز آواز بود آقای بهمن‌بگی گفتن که یک لحظه اجازه بدید من یه خاطره ای رو تعریف بکنم، بعدن به همین موسیقی و خوندن و
نواختن ادامه بدید. گفتیم چشم. ما ساکت شدیم و آقای بهمن بیگ گفتن که من در شیراز در سالن کنفرانس دبیرستان عشایری داشتم برای بچه ها حرف می زدم یه دفعه دیدم که متوجه شدم که یک نفر سرشو پوشونده بین بچه ها نشسته. توجهم جلب کرد، خوب دقت کردم، دیدم که آقای انجوی شیرازی، ایشون برادر یک دانشمند خیلی بزرگی بود که در زمینه فولکلور خیلی خیلی به هر حال کار کردن و گفتن که خب سن آقای انجوی شیرازی هم خیلی بالا بود. میگه من یه مرتبه ساکت شدم به احترام ایشون، بلند شد و گفت که به خدا قسم اگر که ادامه ندی حرفاتو پا میشم میرم دیگه. و میگه که من ادامه دادم حرفامو زدم و اونطور خیلی خلاصه کردم و ایشون رو دعوت کردم بالای صحنه. اومدم بالای صحنه و اولین حرفی که زدم به من گفتن که تو پیری باشکوهی خواهی داشت. بله. بعد ایشون میگفتن که من الان پیری باشکوهی دارم، الان پیری باشکوهی دارم، چه با که من قلبم، مهمترین جهاز بدنم، گوشم، چشمم، پاهام از کار افتاده، ولی چه با پیری باشکوهی دارم. یکی میاد برام می میزنه، یکی آواز میخونه، یکی گلابی از باغش میاره. ببینید این احساس رضایتی که توی اون سن داشتن من هرگز و هرگز تجربه نکردم از کسی. میگفت برای اینکه من تا اونجایی که تونستم خدمتمو کردم، تا اونجایی که تونستم کارامو انجام دادم، کتابامو نوشتم، خاطراتمو نوشتم و تأثیرمو گذاشتم. و اوایل انقلاب بود، منو گرفته بودن به جرم اینکه چراغ رو در تاریک ترین نقاط این مملکت بردن، منو گرفتن میخواستن اعدام بکنن. فقط نمیدونستن که چجوری، حالا یکی مونده بود که منو دار بزنن یا با گوله بکشن. حالا به هر حال که یکی اومد نجات هم داد و اینا. حالا به هر حال ماجرای اون قضیه زیاده که بعدن به این شکل، البته خب زمان انقلاب اتفاقات زیادی افتاد و از این تسبیح حساب آوری. هر شبت خدمتون که توی ایل قشقایی الان متاسفانه یک گروهی هستن که میگن که آقای بهمن بگی با همین کاری که انجام دادن انسجام در واقع ایلی رو خب با این سواد آموزی به هم زدن. سیستم ایل به چه شکل بود؟ سیستم ایل در واقع یک طبقاتی داره، در واقع اون زمان در زمان خودش، در زمانی که میطلبیده، شما یک ایل خان داشتید که خان تمامی ایل قشقایی. ایل قشقایی متشکل از توایف مختلف، طایفه های مختلف، و این طایفه ها متشکل از تیره های مختلف، و تیره ها متشکل از بنکوهای مختلف، و بنکو دیگه میرسید به خانواده. یعنی خانواده هستی خانواده بود، بعد میشد بنکو که مثلا یک تعدادی خانواده که اکثرا فامیل بودن با هم. مثلا ماها بنکوی وزیرخانی هستیم توی ایل قشقایی، چون که پدر بزرگ من وزیرخان بود اسمشون، و عرض شود خدمتون که و قبلتر از اون مثلا بنکوی کیای جرکانی بود، مثلا فرض یه همچین چیزی. خب از این بنکو میره به تیره میرسه، بعد تیره یک کت خدایی داره و بعد طایفه دوباره یک خانی داره و ایل یک ایل خان داره. حالا وقتی که ایل خان دستور به خان طایفه میده، خان به کت خداها دستور میده، و باز هم مثلا عرض میکردم که این تقسیمات ایلی به این شکل بود و در واقع اینها از هم دیگه حرف شنوی داشتن و در واقع اطاعت امر میکردن بالا دستی خودشون رو، و به این ترتیب اگر که قرار بود که اتفاقی در تصمیماتی در ایل گرفته بشه، به اعتبار قدرت در واقع افرادی که در اختیار داشتن و ایلی که منسجم بود، خب به هر حال یک قدرتی رو تشکیل میدادن که این سیستم عملا از سال 1140 از بین رفت. یعنی با در واقع تبعید قوانین قشقایی، خسرو خان و ناصر خان و ملک منصور خان و خانهای دیگه،
در ایلخان ها از بین رفت در واقع و اون انسجام در واقع گسیخت. و عرض شود خدمتون که این سیستمی که آقای بهمن بگی راه انداختن بعد از اون بود و در واقع به نوعی تفنگی که اونها زمین گذاشتن رو به اعتقاد بنده آقای بهمن بگی برداشتند، به یک نوعی تفنگ رو برداشتند و به جای منتها به جای برنو قلم دست بچه ها دادن. تو از قبل تر شروع کرده بودن، این سیستم بسیار فعال تر شد و بسیار فراگیر شد و با همت والای خودش. شما میدونید که همون سیستم اگر همین الان هم وجود داشت، سیستم ایلخانی در قشقایی، همین الانش هم دیگه جواب نمیداد واقعیتش. این رو باید دوستانی که انتقاد دارن بپذیرن که دیگه دوران واقعا جنگ و گریز و خونریزی گذشته. حالا بگذاریم که بعضی در جهان دارن این کار رو انجام میدن، بعضی از دیکتاتورهای وجود داره. همین الان واقعا ما 4 روزه بدون جنگ در جهان نداریم. الان به اوکراین حمله شده و تهدیدات بسیار زیادی همه جای جهان رو فرا گرفته، هر لحظه داره بیشتر میشه. به این کاری نداریم واقعیتش، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که دیگه دوران در واقع درگیری و دوران پشت کشتار اینها گذشته. یا لااقل باید اونهایی که فرهیخته تر هستن باید این رو سهه بذارن، یواش یواش جنگ رو فراموش کنن، مثل اون جادوگری که فراموشش کردن و جادوش باطل شد. یعنی یکی از چیزایی که توی اون فیلم هم از این قضیه استفاده شده بود که در واقع باطل و سحر فراموشیه. اگر شما بخواید جادوی جادوگر رو باطل کنید، باید جادوگر رو فراموشش بکنید. و به نظر بنده البته خب این اعتقاد، این چیزی که عرض میکنم در واقع حرمتی که آقای بهمن بگی داره مال شاید 98% ایل قشقایی هستش، یعنی اکثریت مطلق واقعا بر این پی بردن و اینو میدونن. ولی یه تعدادی هستن که به هر حال هنوز آرزومند اون سیستم قبلی هستن، یعنی طبیعیه در جهان، در همه جوامع وجود داره، که به نظر من خیلی اهمیت زیادی درستان. خیلی ممنونم، مرسی از توضیحاتی که دادید، برام بسیار ارزشمند بود که باشم خدمتتون و بشنوم از شما، با شناختی که از شما دارم و دیدگاهتون دارم. دلیلی که خب خود من شخصا برام بسیار جالب بود و علاقه‌مندم که بیشتر در ارتباط با این حرکت بیشتر بدونم اینه که تغییری که داده و اتفاقی که در واقع در تعلیم و تربیت ایشون به وجود آوردن. باز هم در همین جا اینو خدمتتون عرض میکنم، تو چند ماه گذشته که افتخار آشنایی بیشتری با مردم ایل قشقایی داشتم و همچنین عشایر، میبینم که طرفداران و شاگردان و هواخواهان جناب بهمن بیگی در سراسر ایران و حتی جهان هستند. موردی که منو بیشتر علاقه من کرد که بیشتر از برخی از افراد بشنوم این بودش که دیدم که در سمینارهایی که در دنباله برنامه های فستیوال قشقایی 1401 داشتیم، افرادی بودن که کاملا نظرات مخالف هم داشتن در برخی از قسمت‌های این حرکت، ولی نهایتا همگی یک صدا مهر تایید می‌زدن و از این شخصیت تعاریف بسیار زیادی رو داشتن. این منو بیشتر جذب کرد که بیشتر بشنوم. مورد دیگه ای که اینجا علاقه مندم خدمتون عرض کنم اینه که تو همین چند ماه گذشته، 4-5 ماه گذشته، افراد بسیار زیادی به مجموعه ما به حال تماس گرفتن، با خود من تماس گرفتن، اطلاعاتی رو فرستادن. برخی بیش از این که به این حرکت و اتفاقی که رقم زده شده توجه کنن و مسائلی که اطرافش بوده، مسائلی که باعث شده اصلا این حرکت به این شکل انجام بشه و این اتفاق بزرگ در تعلیم و تربیت ایران زمین قشایر و قشقایی بیفته، بیش از اینی که به این
توجه کنن به شخص توجه میکنن که برای من و افرادی که متاسفانه آشنا نیستیم یک مقداری جای سوال به وجود آورده بود که من خوشحالم از شخصی مثل شما و افراد دیگه میشنوم و بیشتر برامون توضیح میدین. خواهش میکنم، قربان شما. عرض شود خدمتتون که ببینید سیستم آموزش عشایری مستلزم دو چیز بود که موفق بشه. پشتکاری که آقای استاد بهمن بیگی داشتن فقط اداره این سیستم نبود، راه اندازیش بسیار بسیار سخت بود. یکی قانع کردن به در واقع اون حکومت اون زمان برای اینکه یک رادیو بودجه باز بشه برای یک همچین سیستمی و توجیهشون، به هر حال این هنر بسیار بزرگیه البته از دانشمند و سخنور بسیار توان و قهاری مثل آقای بهمن بیگی، خب اصلا بعید نبود که موفق بشه و موفق هم شد. هر شود خدمتون که یکی هم متقاعد کردن در واقع ایلیاتی ها بود، عشایر بود، برای اینکه بچه هاشون رو بفرستن مدرسه. حالا پسرها رو میفرستن، بعضی جاها مثلا اعتقاد داشتن که دخترها رو نفرستن که این چالش بزرگی بود، مخصوصا به هر حال در کوکیل بوی رحمت دورها هم همینطور این اتفاق افتاد که آقای بهمن بگی در ابتدا خودشون مستقیما میرفتن این همه راه رو، خیلی جاها که اصلا جاده نبوده که ماشین بره و با اسب و قاطر و اینجور چیزا مجبورن برن و روزها تو راه بودن، میرفتن و این دونه دونه این ایلیاتی ها رو در واقع متقاعد میکردن که بچه ها رو بذارن، دخترها رو بذارن و اینا با همدیگه در مدرسه آموزش بدن، تا اینکه این اتوماتیک راه افتاد و در واقع این وظیفه متقاعد کردن رو معلم ها در واقع به یک نوعی به عهده داشتن. معلم ها در اون زمان اینقدر اعتبار داشتن که در واقع خودشون یک کدخدا، یک حاکمی بودن در واقع توی ایل و واقعا احترام بسیار بسیار ویژه داشتن توی ایل و حرفشون رو کسی رد نمی کرد. ما دختر و پسر با هم دیگه واقعا درس می‌خوندیم و خیلی خیلی خاطرات بسیار زیبایی بود. بعد اون اتفاقی که بعد از این برای ادامه این ماجرا در واقع لازم بود، یکی نظاممندیه واقعا خیلی خیلی محکمی بود که لازم داشت علاوه بر امکاناتی که فراهم شده بود، یک نظاممندی بود که این امکانات رو حفظ کنه و در واقع این ران کنه ببره جلو. دومیش به نظر من سلامت سیستم، سلامتش که به طور دقیق این امانت واقعا به جای خودش برسه، کسی حق نداشت که کوچکترین چیزی از این کسر بکنه. به عنوان مثال تغذیه‌ای که ایشون در واقع برای بچه‌ها اون زمان تغذیه در مدارس وجود داشت، خب این قشقایی خیلی جاها نمیتونست برسه، خوشبار میدادن، این خوشبار میرسید، به ما هم میرسید. گاهی بسکویت هایی بود که مثلا از این ویفر ها به عنوان تحفه ای از شهر برای ماها مثلا میوردن در دل اون کوه ها، این بود. و اما به جای اون تغذیه ها به ما هر ماه پولشون میدادن، یعنی حالا هر ماه بود یا مثلا دو ماه سه ماه یک بار بود، اون پوله رو میورد مثلا معلم تقسیم کرد، این مال فلانی به خاطر اینکه ما درس میخوندیم تغذیه نمیرسید، این برسه به فرض کنید به خانواده ها که یکی دستش نمیرسه، فرض کنید که تغذیه درستی برای فرزندش داشته باشه تهیه بکنه، چون که مثلا پرتقال خیلی مشکل بود که از شهر برسه به، یا مثلا شیر برسه به کوه ها، شیر که داشتن، قشای شیر دارن میخورن، چیزهای دیگه لازم داشتن، خب به هر حال مثلا لباس لازم داشتن، پول بیشتر به دردشون میخورد که اینا رو برن تهیه بکنن. حالا از شما فرض کنید که آقای بهمن بیگی کسی بود که یک ریال از هر دانش آموز بر می داشت، یک ریال، تنها یک ریال اگر که ایشون از این میزان بر می داشت برای خودش می تونست کاخ ها درست کنه. هرگز اینجوری نشد. آقای بهمن بیگی وقتی که از این دنیا رفتن یک منزل در شیراز بیشتر نداشته و جا داره که دوستانمون یاد بگیرن این همه اختلاس میکنن، این هم میدوزن و هنوزن بسشون نیست، واقعا ببینن که کی ماندگاره.
من پسر دایی معلم بود در ترکمن صحرا، در واقع جزی کسایی بود که اولین معلمایی بود که رفت ترکمن صحرا اونجا تدریس کرد. جریان شاین بود که آقای بهمن‌بگی رفته بود اونجا، متقاعد کرده بود فرمانداری و در واقع استانداری مازندران رو. اون زمان گلستان نبود، مازندران، در واقع مازندران، مازندرانی ها رو متقاعد کرده بود که این اتفاق بیفته و قول داده بود که من یک ساله به این بچه های ترکمن سواد یاد میدم که جمع، تفریق، خواندن، نوشتن، تقسیم، اینا یاد میدم بهشون. گفت آه چجوری میتونی یاد بدی؟ گفته بود من یاد میدم شما چی کار دانی. شرط بسته بود و گفته بود قرار ما سر سال اینجا اردو. گفته بود باش. خب بعدش هم به هر حال ترکمن ها رو متقاعد کرده بود که بچه ها رو بفرستن مدارس و اینها، و بعد از طی کردن این مراحل به هر حال بچه ها معلمین رفته بودن اونجا و برای تدریس شروع کرده بودن تدریس، که اتفاقات خیلی جذابی افتاده بود. مثلا این پسر دایی من تعریف میکرد، به هر حال یک سال کار کرده بودن. حالا ضمن این کار کردن که از بچه ها، حالا به هر حال نمیدونم چی شده بود که اختلافی پیش اومده بود، حالا ناراحت شده بود، از مدرسه رفته بود و اینو این گروه های مدارس مذهبی اینو جذب کرده بودن اونجا. بعد پسر دایی من به عنوان معلم فرداش رفته بود دیده بود که این یک چیزی کتاب اوزش جلوشو داره درس میخونه اینجوری توی مدرسه مذهبی، حالا کاری نداری. بعد میگه که من از اون از اون بر رسیدم و یه دفعه لگد زدم زیر کتاب و این چیزی که گذاشته بود جلوش و اینها، و گفتم چوبه چه حقی دانش آموز منو از من دزدیدی؟ دانش آموز دزدیه این کار نبود درست. میگه خود درگیری شد و اینجور چیزها، اینا رفتن شکایت کردن، اینا رفتن شکایت کردن. بعدها من فهمیدم که نمیدونم چند صد تومن در دادگاه جریمه نوشته شده و این از طریق سیستم آموزش عشایری پرداخت شده. من اصلا متوجه نشدم این حمایتی که از یک معلم باید اتفاق می افتاد و حتی تشویق نامه برای معلم فرستاده بود که تو دانش آموز رو حفظ کردی، دانش آموز رو حفظ کردی. و میگه که به هر حال ما اون سالی در واقع این رو ران کردیم و بچه ها رو آموزش دادیم و رسید به زمانی که باید اردو برگزار میشد. اردو هم خیلی جالب بود، من خودم این اردو رو تجربه کردم که ما میرفتیم یک یا دو شبانه روز در اونجا جا در واقع تهیه میکردن و چادرهایی رو میزدن و پذیرایی میشد و غذا میپختن و امتحان میگرفت. خود آقای بهمن بیگی شخصا امتحان می گرفت. حالا این قبل از این خاطره در واقع پسردایی که میخوام تعریف بکنم، این رو بگم که سیستم نظمی که وجود داشت اینجوری بود که معلم فرستاده می شد به وسط ایل، هر ماه یک بازرس با لندروور یا جیپ می اومد، با رانندش می اومد، سرکشی می کرد هر ماه و از تک تک دانش آموز امتحان می‌گرفت. یعنی پیشرفت درسی رو کنترل می‌کرد. اگر که از جعبه آزمایشگاه مثلا چیزی کم شده بود، لازم بود اضافه بشه، گچ می‌آوردن، تخت سیاهی اشکال داشت یا چادر طوری شده بود یا نیازمندی این معلم داشت، بهش دوباره مثلا در دفعه بعد می‌رسوندن. و این سیستم همیشه ادامه داشت، یعنی ماه به ماه توسط بازرس دانش آموزا دونه دونه ماها کنترل می شدیم و معلم موظف بود که بر اساس این فعالیت بکنه و هر چقدر پیشرفت معلم داشت گروه‌های بیشتری می گرفت و حقوقش افزایش پیدا می کرد برای تشویقش. و در نهایت پایان سال آقای بهمن بیگی خودشون یک اردوی رو ترتیب دادن، یک جای مخصوصی بود برای اردوی در واقع بچه های عشایری و اونجا اردو زده می شد. تک آقای بهمن بگی خودشون امتحان میگرفتن. من یادمه ما رفتیم با اون لباسایی که میپوشیدیم، به هر حال لباسای قشقایی که میپوشیدیم، بچهای کوچولو و اینها، و من چون ریاضیم خیلی خوب بود و معلممون گفته بود که وقتی که نوبت ریاضی شد تو خودتو پهن کن روی میز آقای بهمن بگی. آقای بهمن بگی پیپ همیشه
به دهنش بود. بعد گفتن خب ریاضی یکی از چهارمی‌ها بره پای تخته، من خودم رو پهن کردم روی میز آقای بمبگی. نگاه آبرد در صفی به من کردم، ریزه میزه بودم، جسه ای نداشتم. بعد من کرد نگاه که برو پای تخته ببینم. من رفتم پای تخته، یه مسئله رو گفت، مسئله که تمام شد من جواب رو نوشتم، یعنی به جای اینکه حساب کتاب بکنم و مثلا حل کنم جواب رو نوشتم. دوباره یه نگاهی کرد گفت که آفرین، راه حلش هم بلدی؟ گفتم بله، اینو پاک کردم، راه حلش نوشتم، به همون جواب رسیدم. و این در واقع اولین برخورد من با آقای بهمن بیگی بود که خودشون در واقع من از من امتحان گرفتن و از بقیه بچه ها هم به هر حال در یک ماده‌ای، در یکی در ادبیات، یکی در شعر، در و اینها رو خودشون امتحان کرد. هر شبت خدمتون که این پسر دایی من میگه که موعد ما در ترکمن صحرا رسید، سر سالی که آقای بهمن بیگی قول داده بود که این امتحان اتفاق بیفته. برای این امتحانشون شرط بسته بود فرماندار استان، اون موقع ها این مقام ها خیلی مهم بود، اومدن با هلیکوپتر هم اومدن رسیدن اینجا که ببینن پیشرفت درسی که آقای بهمن بیگی قول داده در عرض یک سال اتفاق بیفته آیا اتفاق افتاده یا نه. میگه که آقای بهمن بیگی با یه سرفرازی نشسته بود اونجا و یکی از این بچه های کوچولو رفت پای تخته به همین شکل گفت که تخت سیاه تفنگ من گچ سفید فشنگ من بفرمایید. در نهایت هم این یکی از این گچ ها رو پرت میکردن میزدیم به تخته. و آقای بهمن بیگی میگه که یک جمعی بهش گفت، ضربی جمعی که مثلا چندین رقمی بود، مثلا 4759 2700 مثلا 4-5 رقمی میومد پایین. میگه آخرش هم این خط کشید زیر رو سریع حل کرد. بعد شیوه حل کردن به این شکل بود که ما وقتی که مثلا میگفتن 4593 ما اون 3 رو توی ذهنمون نگه میداشتیم، به اضافه 2798 3 به اضافه 8 11 این نگه میداشتیم. بعد رقم بعدی همجوری مثلا میشد آخرش میشد 4 11 و 4 15 این نگه میداشتیم تا میگفت که جمع حل کنید ما 15 رو خط میکشیم و 5 نفر یک مثلا دور یک از اونجا شروع میکردیم پایین اومدن. بعضا ما تخت سیاه رو نصف میکردیم و یکی این ور یکی این ور با هم دیگه مسابقه میدادیم کی زودتر حل میکنه. و میگه که به همین شکل این دختر کوچولو در عرض یک سال تعلیم این معلم ها اینو حل کرد. میگه که این فرماندارا و نمیدونم استاندارا و اینها یه به هم دیگه نگاهی کردن و مشکوک شدن و اینا گفتن که خب یه ماشین حساب یکی داشت ورد حساب کرد این زد بعد یکی چیز کرد و بعد دید درسته، گفت که آفرین درسته. الان منم میتونم یه دونه بگم که آقای بهمن بگم چیز گفت که بله شما بفرمایید، اصلا من 4 رقمی گفتم شما 10 رقمی بگید. خب با یه غروری خلاصه ایشونم گفت و اونم سریع حل کرد. دوباره میگه که این ماشین حساب رو در آورد، شروع کرد حساب کردن، حساب کرد بعد نگاه کرد مقایسه کرد درسته، گفت آفرین. بعد اینو گذاشت زمین، شروع کرد دست زدن، همشون دست زدن. میگه همونجا یه قلم طلا بود، اینو در آورد اینجوری به آقای بهمن بیگی تقدیم کرد، گفت که تقدیم به شما. و آقای بهمن بیگی اونو سریع قلمه رو از این دست گرفت، از اون دست داد به شهردار همون گنبد که گفت که اینو به معلم، لطفاً به معلمای من برسید. بعد یکی هم میگه که یک سند لوله شده ای رو در واقع یک زمین بسیار بزرگی رو اینجوری تقدیم آقای بهمن بیگی کرد. آقای بهمن بیگی هم از هم چیز اینجوری گرفت، اینجوری داد به فرماندار یا شهردار، گفت که این هم باشه برای محل اردوی بچه های من هر سال اینجا برگزار بشه. ببینید اینقدر آدم مناعت طبع بزرگواری داشته باشه، الان شما تصور بکنید 1% کمش اتفاقی بیفته که یک همچین سندی به زمینی بشه. الان برای یک تکه زمین 100 متری خودشون رو دیگری رو میکشن. به هر حال سیستم وقتی که سالم باشه، نظامند باشه و سالم باشه، اتفاقات خوبی صورت میگیره. امیدوارم که، ولی به هر حال ببینید هر سیستمی یک اشکالاتی داره،
سیستم آموزش اشعاری هم طبعاً وقتی که شما از بعد از 50 سال بهش نگاه میکنید، بعد از 70 سال بهش نگاه میکنید، که خب به هر حال طبیعی اشکالاتی داره. خب به هر حال اگر آقای بهمن بگین رو اداره میکرد، اون دانش رو، اون درایت رو داشت که تا به حال چندین بار این رو اصلاح کرده بود، اصلاح ساختاری کرده بود در واقع. ولی واقعیت این بود که سیستم عشایری، آموزش پرورش عشایری، یک نعمت بسیار بسیار بزرگی نه تنها برای عشایری‌ها، بلکه برای تمامی عشایری‌ها و چادرنشین‌ها و کفرنشین‌های سراسر ایران که به قول خودشون چراغ رو برد در تاریک ترین نقاط این مملکت روشن کرد. بعد از اینکه آموزش پرورش عشایری در واقع بعد از انقلاب کارش خاتمه پیدا کرد و ادغام شد با آموزش پرورش فعلی، استاد بهمن بگی نشست و کتاباشو نوشت، خاطراتشو نوشت، که اتفاقا در همون نوشتار اول قلمشون به عنوان یک سبک جدید در واقع در ادبیات جا افتاد و چقدر واقعا معتبره. اگر خونده باشید بخارای من ایل من، از خاطراتشون و از چیزهایی که هست، یا اگر قرقاش نبود، آقای بهمن بگی اگر قرقاش نبود رو در واقع منظورش قرقاش یک جودخونهیه که از استان فارس، از کوههای اصفهان و دنا سرچشمه میگیره و میره میرزه به خلیج فارس. الان به هر حال دیگه گاهی یه جاهایش فصلی شده و متاسفانه به خاطر خشکسالی و عدم مدیریت و ناکارآمدی خیلی از مدیران هر شبت خدمتون که قرقاش در بستر خودش که میرفت و به خلیج فارس میریخت، جنگل هایی رو میپروروند. این جنگل ها واقعا محل زیستگاه در واقع آهوان بودن و خیلی از حیوانات دیگه دیده میشد در اونجا. آقای بهمن بگی دانشجو بودن در امریکا و اونجا در واقع به این فکر میفتن که من، یعنی در واقع اظهار دلتنگی میکنن، دلتنگی برای قرقاش میکنن در واقع، رودخانه قرقاش و حال هواش و اطرافش و اینها، و امریکا رو ول میکنن، میان و این سیستم رو طراحی میکنن. خودشون وکیل بودن، خودشون فوتبالیست بودن و میتونستن یکی از مطرح ترین فوتبالیست های زمان خودشون برای تیم ملی باشن و تمامی اینها رو ول کردن و این سیستم رو راه انداختن که این همت ایشونه. کتاب اگر قرقاش نبود در واقع منظورشون اینه که اگر قرقاش نبود و حال هواش نبود، معلوم نبود من کی بودم و کجای جهان بودم و چه فردی بودم، و از اینجا شروع میشه در واقع کتاب. بسیار عالی. به هر حال من امیدوارم که در هر نسلی، در هر دوره‌ای، یک بهمن بگی نصیب واقعا مردم بشه. بله، من هم امید بر این دارم و امید بر این دارم که تمامی این حرکت هایی که در اون زمان انجام شده و به وقوع پیوسته، در کنار اینکه به این شخصیت بارز و ارزشمند ارج میدن، دوستان ما، هموطنان ما اجازه بدن که این حرکت ادامه پیدا کنه و در واقع تمامی این اقداماتی که ایشون کرده، الان در تمامی خاطراتی که شما بیان کردید هر کلمش یادگیری هایی بود برای من، برای شما و برای نسل بعد. من هم امید بر این دارم. قربان شما، سپاسگزارم از لطفتون. امیدوارم که منم تونسته باشم یک گوشه خیلی کوچیکی رو در واقع به قول شما استارت این قضیه باشم که دوستان دیگر بیان و خیلی موشکافانه تر، خیلی دقیق تر بیان بکنن، چون درگیر خودشون مستقیم این ماجرا بودن، تاریخدان هستن، اهل قلم هستن خیلی هاشون، و کتاب های زیادی در رابطه با آموزش عشایری، در رابطه با آقای بهمن بگی نوشته شده که میتونن واقعا مفید فایده باشن برای شما و برای یک برنامه، برای در واقع فرد بزرگی
مثل آقای بهمن بگی که بله. من خیلی دوست داشتم اون سخنرانی ایشون رو در فکر می‌کنم یونسکو انجام داده که واقعا به نظر من باید سرلوحه جهان باشه. اونو اینجا بخونم که متاسفانه نتونستم نوشتش رو تهیه بکنم. حالا من ویدیوش رو چیز میکنم و خودتونم البته میتونید پیدا بکنید، اونو براتون میفرستم. بسیار بسیار سخنرانی تاثیرگذاری کلامشون، تاثیر کلام ایشون هم میتونه در واقع در انتهای این قضیه صحبت ها در واقع شنیده بشه. و خیلی هم از شما سپاسگزارم. 100% خیلی هم ممنونم، مثل همیشه همراه بودید و اطلاعات بسیار جامع و خوبی رو در اختیار من و مجموعه گذاشتید و ازتون سپاسگزارم. حتما به زودی روز بزرگداشت و جناب بهمن بیگی که از مفاخر ایل قشقایی و ایران زمین هستن رو اعلام میکنیم، رسانه‌ای میکنیم و به طور رسمی در خدمتتون خواهیم بود. قربان شما، سپاسگزارم از شما، دستتون درد نکنه. سپاسگزارم، تا دیداری بعد، بدرود.